درود پدرامی تو هستم فروغ هستم مامانم خوشکرم آی چه کچولی تو چجوری من جاییدی جوان منی تو جوان منی خیلی خوب بچه ها یه کامیونیتی گذاشتم که به چه آهنگی ریاکشن بریم با مامان فروغ خب حرم سرا رتبه اول آورد ولی یک نفر نوشته بود نامه‌ای به فرزند چون من آهنگو گوش دادم یاس هم دوست دارم خیلی وقت به یاس نرفتیم گفتم که به یاس بریم مامانم هست خیلی خوشم با اینکه یه نفر گفته بود ولی خب خیلی به دلم نشست حرم سرا رو هم میریم حرم سرا دیدم 12 دقیقه است ما ریاکشنشو ضبط بکنیم 2 ساعت میشه الان ساعت چنده این توجیه بهانه نیست دارم راستشو میگم الان ساعت 7-8 تا من ادیت کنم یعنی یه 2 ساعت بعد ریاکشن من 2 ساعت ادیت فلان خیلی طول میکشه به امشب نمیرسید گفتم نامه به فرزند رو گوش بدیم با مامان حرم سرا رو هم چشم تتلیتیا منو خیلی دوست دارم مامان شو یعنی خیلی به من توجه ویژه دارن بیشتر تتلیتی هم تو کانال هر چی رای گیری میذاریم هیچ کی جز تتلو رای نمیاره خودم دوستش دارم آره منم دوستش دارم هدفون تو بذار بریم واسه ریاکشن حضرت یاس حضرت قدیم خب اینترنت رادیو جوان پرابلی پرزن خب بزنیم دست اندرکاران یاس لیریکسش یاس بوده پرودیوسر بای فربود آرش یا عرش در واقع ساوند انجینیر سیامک عباسی او سیامک عباسی ساوند انجینیر هم هست نمیدونستم میکس مستر بای آرش پاکزاد که گاد میکس مستر اکسکلوسیو پرودیوسر رادیو جوان مامان یاس بذار خود بره جلوتر من فقط بهشون وز یاس میشه گفت یکی از پرطرفدارترین رپرهای ایرانه که بین خانواده ها هم خیلی طرفدار داره یعنی خانواده ایرانی هم خیلی دوستش دارن احتمالا صداشو شنیدی من گوش میدم 100% صداشو شنیدی فهمیدی چی گفت؟ گفت این حرفا حرفای من نیست ببین از اولش ببین چی میگه این حرفای من نیست من فقط بهشون وزن میدم شنیده شه میگه من حرفای من نیست فقط بهشون وزن میدم که شنیده شه حرفای خودش نیست برگرفته از یه نامه غروب یعنی یک پایان در واقع یک چیزی پایان. که رو به پایانه حالا میخوام ببینم ریاکشن چیه به این آهنگ نامه ای به فرزند به نام خدا عزیزم سلام یه کمی بی حال و مریضم الان واسه نوشتم دریغ از جواب حس میکنم که این روزا غریبم برات اینجا هر کی توی حسش غرقه این... فهمیدی ششا نامه ای به فرزند یکی به فرزندش نامه نوشته حالا کم کم میفهمی چی به چی غریبم برات اینجا هر کی توی حسش غرقه این دیوارا انگاری تلسمش کرده یه سالمندان خودت فکر کن این کلمه حتی خود اسمش تلخه میگن ما من یک وقت خونه سالمندان نمیدارم گذاشتی هم مهم نیست نه آن جان تو دیگه شوهر من شدی دیگه عزیزم این که تا 10-15 سالگی تو هم من مراقبت کردی از اون برای من تو مراقبت کردم و میکنم جان من شما بچه هم بی نهایت با محبت و مهربان یه خود بیشتر من و جایگاه خاصی دارد چای گردید حتی پیش خدا من آن رو میکره شما هم اصلی خدا من شما رو خیلی دوست میدارم تو تنها زنی بودی که ممت رو بیدریق گذاشتی دهن من نه واقعا بخور راحت باشن چقدر دوست داری ما رو گذاشت بقیه منت میزنن سر آدمی ممه میدن فقط مامانه که ممش بیدریق و بیریا و همه باید از مادر رو یاد بگیرن تمام زنها و بانوان ایرانی باید از مادر رو ایرانی یاد بگیرن از مادر باید بپذیرن که آقا وقتی که ممه داری باید ارائه بدی همه بخورن میگن زندگی یعنی نفس کشیدن باید تا آخر عمر تو این قفس بشینم این یعنی رسیدم برای عمرم روزی که من آوردی اینجا مردم بعضی وقتا اینجا قدم میزنم
حرفی سنگین بود و میگفت روزی که منو آوردی مردم اون. آره دیگه راست میگه. مانجا یه ریاکشن یه چیزی بگو مانجا. آف کردی دست به سینه بشستی. نه میخوام ببینم تا آخرش آقا چی میگه این. چون ببخشی من ایراد میگیرم خودت میدونی. من عاشق موسیقی بودم و بیشتر خارجی گوش میدادم خودت میدونی. یعنی بزرگترین موزیسین ها رو میتونم ایراد بگیرم، بزرگترین خواننده ها رو میتونم ایراد بگیرم. فقط چون این موسیقیش بلندتر از صوتشه. آها، یعنی به خاطر این متوجه نمیشم، سعی میکنم ببینم چی میگه. صدای وکال پایینه میگه. آها، وکال پایین. آقای پاکزاده دیگه میکسه. ولی خب پارسا جان درستش کن عزیزم. درستش کن. دیگه تموم شده. پروژه بسته شده بعد از این. آلبوم جوونیامو ورق میزنم، تنها یادگاری که میتونم بگیرم دستام، قطره های اشکا چکیدن رو عکسا. اینم بگم تنها چیزی که میتونم بگیرم تو دستام، قطره های اشکی که میچکه تو دستام عزیزم. من میخوام بگم خب یه سری فرزندا واقعا بی وفا هستن. بی وفا بعد اینجا عزیزانشون میذارن اونجا، خب بذار یه گوشه، پنج نفرم میام میرن، یه سلام علیکی، یه بذاری، یه برداری. این باعث میشه که اون پدر دلش نمیشه نشکنه. مدرنیته این خانه سالمندان قدیم نبود که. چند ساله مثلا شاید 50-60 ساله، شاید 100 ساله راه افتاده. هرچی میره جلو نمیدونم. متأثر میشم. تو جایگاه قضاوت هم نیستم، نمیخوام قضاوت بکنم چون هرچی رو قضاوت کردم سرم اومد. واسه همین هیچ قضاوتی نمیکنم. فقط واقعیته. یه سری چیزا واقعیته ما. آره. فقط اینکه شرایط خانه سالمندان شرایط خوبی نیست. ولی خب دیگه میام در جایگاه قضاوت نیستم، میترسم از قضاوت کردن، خیلی میترسم واقعا قضاوت بکنم. اینم بگم اینجا هوامونو دارن، سر وقتش غذا و دوامونو دادن، ولی این منو سرخوش میکرد که فرزند خودم منو ترخوش میکرد. یه جورایی آره واقعا دیگه میگه اینجا همه چی خوبه ها، ولی خب تو خونه تو اگر بودم زهر مار میذاشتی بهتر از چلو کباب اینجاست. جورایی این یه تعهده، وگرنه احتیاجی ندارم به ترحمت. گفتم میخوای برم کار نکردی، حتی واسه موندن من اصرار نکردی. ممنونم واسه یه رزده گفتم مادر پدر من ایش چفتوتی شده، من بیرم تو احساساتی من بغضیم. آخه جان منی، آخه من یه صحنه اکشنی از کسی دیدم. خب پدر میگفت 10 روز منو ببر خونت، 9 روز، 8 روز، 7 روز، پسر رفت. پدرن نبرد. پدرن نبرد و من دیوانه شدم. کجا دیدی این زن رو؟ بماند؟ بعدم به شما خواهد. بعدم بود. گمنامی شما غیر سن. آره، گمنامی شما. پس آشناست، بذار اینو یه خود بیارم پایین تن. و درد من بود. و بعد او هم هیچ کلامی دیگه. نگو. هی کمش کرد، 5 روز. ببر دیگه. چه بدونم والا. دنیای غریبی شده. اصرار نکردی. ممنونم واسه موافقتت. ممنونم به خاطر مراقبتت. نمیشم از کسی سراغمو گرفت بگو مسافرت. خلاصه من که دیگه تموم کارم. من که دیگه عادت به نم. آی خویو شو سخت. شوهر من اینو مام قربونه. آخه میدونی این بدیشه که از واقعیته، میدونی از یک نام از برگرفته از واقعیت. آره واقعیته. بس یادم از اون ببین پدر مخصوصا خب خیلی وابسته به فرزندشه. معقولا بدبخت. آره. بعد من میام مادرای دیدم که اصلا عاطفی نه و درصد زیاده. کسی بود اصلا شیر نمیداد که مامش خراب نشه. اینا همه بود. پس الان فهمیدم چرا خانوما مامش رو نمیدن. بچرش بگیم بخوریم. آره به خاطر اینکه مامش خراب نشه. حالا این بنده خدا چون من خودم دیدم، خودت میدونی من در خدمت مردم بودم، به همه جا بودم و همه میومدن. به خاطر اینه که من همه اینا رو لمس میکنم، میشناسمشون. مرسی از یاس که حداقل یه همچین چیزی رو بفهمه. یاس کارش درسته. یاس راجبه واقعا رپره. راجب مسئله اجتماعی صحبت میکنه که کسی اصلا بهش توجه نمیکنه. الان همه راجب این که آه من گندم، تو کوچیکی، من خفنم، تو خاری، من گنگم، تو پشمی، من دوست دختر 10 تا دارم، تو هیچی نداری، من پول دارم، تو انی. بازم همون داستان زن از پشت پرده. چند روز پیش شما یه مطلبی گفتین خیلی بر من قابل ارزش بود. برگشتین گفتین که گفتم که اختیار دست جوان منی.
گفتم اختیار دست بعد آقایون داد خوب بگمونیم. گفتی اگه ممن بیاد دیگه همه چی بارون است. پس این اشکال هایی که پیش میاد پس پرده یار زن داشت. یه زنی هست که نمیذاره. برادر به برادر برسه، مادر به خواهر برسه، فرزند به مادر فرزند برسه. زن هست شیطان رژیم. آره. چه تو این رژیم چه تو اون رژیم بالا. تمام. من که دیگه عادت به نبودت دارم، لااقل از اونجا رد شدی یه سری به هم زن که دستم تکون بدی من قبولت دارم. خیلی حرفاش سنگینه، پاره شد دایدم چونه اون پاره شد. خدا به این تنها نگاه کن، به من که چشم تو با عشق هیچ وقت تر نمی کردم. بعد پیرمرده داره یادش میاد بچگیاشو که مثلا چه حالی میداده با بچه وقتشو گذاشته و فلان. نگاه تو فهمیدم از اینجا دارم میرم دیگه، بارم به اون خونه هیچ وقت بر نمیگردم. یه روز که مردی اومد بابا ای جانم. این به این میان کراس کار، اینی که دیدیم همون شابهیته که این اولین باری بود که یاس شروع کرد پاپ خوندن، یعنی ملودیک خوندن. تا قبلش من نشنه بودم ملودیک بخونه. یه روز که مردی اومد باباشو ول کرد، روز بعد پیر مرد از دنیا دل کند، اون لحظه خیس میشه پلکن چون از پیری نمرد از قصه دخ کرد. اونم بعد از یه هفته مرد بدون کلامی بگه. دق کرد بنده خدا بدون که کلامی بگه. خواهر پسر گایده نشد بعدش؟ اینقدر اکونم الان خارش گرفته، فوزولدونم به خارش افتاده. کیه؟ بعدم میام خدمت شما. خب بگو من کات میکنم. نیتگیشو نمیذارم ببخشید. عاطفه نیست دیگه، وقتی عاطفه نباشه همه اینا پیش میاد. میذارمش. بذارم؟ نه نه نمیذارم. گمنامی رو حفظ کن. باشه چقدر لاشی ولی. خیلی خوب. ولی یه چیزی خورده بریم توی تکنیک های فیلم برداری، این چیزای خود حالا هوامون عوض شه. ببین حرکت دوربین و حرکت مرد اصلا چشاش انتظاره نگاه چقدر هماهنگ. ببین باباشو ول کرد، روز بعد پیر مرد از دنیا دل کند، به یاد اون لحظه خیس میشه پلکن چون از پیری نمون. چقدر هماهنگ. باریکلا به این فیلم بردار، باریکلا به این فیلم بردار. از قصه دخ کرد میدوی به خاطر هیچی، آخرم میمیری خاطره میشه. مورد زیاد دیدم، البته آدم خوبم اینجا میان میره. یه جوون بعضی وقت خیلی جالبه ها، نامه ها رو عیناً داره بهش وزن میده. این خیلی خوب هنره. فکر کن یه نامه رو خونده طرف نوشته بعد همونو شیر کرده. کار ساده ای نیست. ما حاضریم فرش بندازیم زیر پامون، یه پرده ای بزنیم، یه کاناپه بخریم که اگه ایکس اومد من پوز بدم، ولی حاضر نیستیم یه پیرمردی که محتاج فرزندشه. خب بابا لامصب شما رو بزرگ کرد، وقت خیلی راحت ماش کنم بذارن که اون مرد خیلی اصلا باید بدترین جزا دیده بشه. ببین ما تو وارد دنیای کالیوگا شدیم، دنیای عصر کالیوگا اینجوریه که همینه دیگه، تباهی همه جا رو میگیره و بعد از این دوره وارد ساتیوگا میشیم که عصر خوبیه و اتفاقات خوبی میفته. و یعنی آقا اون فکر میونه همیشه جوون میمونه. نمیدونه خودش هم پیر میشه. میگم پس پرده زان. یه جوون بعضی وقتا با دست گل میاد، اولین روزا از اون دورا دست کن میداد، اونم اینجا واسه دادن روحیه، ظاهرا که آدم خوبیه. اون منو نمیشناسه واسه اون قافیه که روحیه ظاهرا آدم خوبیه. یعنی دوتا رایمو خیلی نزدیک هم قرار داد و به دل من خیلی چسبید. رایم یعنی قافیه. ما اونجا میبینید روحیه ظاهرا که آدم خوبیه. اون خیلی هنرمندانه بود، یعنی خیلی قشنگ بود، به دلم چسبید. منو نمیشناسه واسه ثوابش میاد، امیدوارم که یه روزی جوابش بیاد. یه وقتا که حرف میزنه چه به جای اون، قبلا نا میگفتی تو قصد یه قهرمانم، الان که پیر شدم برج زهرمارم. عزیزم خیلی حرفای سنگینه. من یه پایز میکنم قربونوش ایمانت برم ما میشیم. ایمان جان حتی میشیم از این دلمون میکشیم و چونه پاره و چونه گشاد و دل خداوند انقدر شما رو دوست داره که بی نهایت.
اصلا خدا بنده عاشقتم خدا عاشقتم I love you خدایا من I love you برج زهرمارم آدم ول میکنه قهرمان قصهشو نه تو خودت نرو فز بذاری یه درخت پیر رو از تو باغ کندی حالا چی میخوای اونو توی گلدون بکاری واه تشبیه دیدی درخت پیر رو کندی گلدون که جان مرسی از این نویسندهش چقدر از این یاسر بختیاری خودش نوشت آره دیگه رپرها معمولا خودشون شعرشون نوشتن عزیزم آخه گفت به واقعیت گویا این اون نامه اصلیه رو داری میگی خب اون نامه شاید حالا مثلا این تشبیه ها رو توش نداشته باشه این زلم زیمبوی شاعرانه رو حضرت یاس اولا بگم که موسیقیش خیلی سنگینه یعنی به این چیز میخوره به این آره، داستان کلام میخوره و خودشم تو اون جایگاه گذاشته این خیلی آره قشنگ همزاد پنداری کرده تو همون حس و حال رفته یکم چشماتو وا کن به این تنها نگاه کن به منی که چشم تو با عشق هیچ وقت تر نمی کردم بعد این بچه هم بهش مجوز نمیدن کنسرت نمیتونه بذاره خیلی رپر خفنیه من خیلی میخوام بگم به زودی همه چی درست میشه یاس جان عزیزم بچه های خودم ظلم از بین رفت و کات شد آره یعنی کات فهم مونده اصلا من تمومه من میگم یه جمهوری اسلامی تو بستر مرگه اصلا تمومه من کرم انداخته باید بایستیم که آره خط ممتده بیاد که میاد نگاه تو فهمیدم از اینجا دارم میرم دیگه بازم میگردم دیشب خواب دیدم دارم گلای باغچه‌مون رو آب میدم واه کادر رو ببین چقدر قشنگ این آبه و این بچه‌ای که داره میدوه به این میگن دکوپاژ مام دکوپاژ رو نگاه کن دیدم دارم گلای باغچه‌مون رو آب میدم تو هم سر حال راضی در حال بازی فقط شمردم 10-20 دیگه نشمردم دیدم گلای باغچه همه پشمردن عزیزم من منتظرمون داستانه آره وای ای جان منی تو خیلی کار خوب یاس جان عزیزم خیلی خوشگل گلای باغچه همه پشمردن وقتی برگشتم دیدم که قد کشیدی گفتم چرا تو بدن قصه نریم ساده است یه روح زخمی یه جسم ضعیف یعنی من همون که تموم هم نمیشه آهنگه با هزار تا مشغله واسش مهم بود که قلب تو نشکنه راه دور نمیره که واسه بچمه زحمت کشیدم بالا باشه پرچمه بعد این همه سال با این اعصاب خستم چی؟ خیلی زیبا به تصویر کشید آره مهم بود تو باشی اصایی دستم از اون فکر را دیگه هیچی نمون به هیچگی نمیگم پیرشی جبون دیگه به هیچ نمیدونم پیرشی جبون واقعا این چه لفظ تخمیه پیرشی میخوام بگم مثلا تو لون خداوند بهت بده خاطر لفظ بدیه پیری چیه درد بالاخره خداوند جای حق میشه دیگه نه اتفاقا باید دعاهامون رو تغییر بدیم لفظمون رو تغییر بدیم به جای پیرشی جوان عمر با عزت بشه آفرین خیلی قشنگه حالا این عمر مهم نیست طولش چقدر باشه عزت داشته آفره. باشه اینا پیری رنج دیگه آفرین شما که البته 14 سالته من بارها اعلام کردم باورتون نمیشه آه. تو 14 سالته شبا رو حساب نکنی 14 سالم ولی مامان جا بعد از اون حساب نکنی نمیشه چشماتو وا کن این تنها نگاه کن به منی که چشم تو هیچ وقت جانم. این شمشیره دیدم یاد یه چیزی افتادم گفتم به بچه هم به شما هم بگم میگه عشقای مجازی بین انسان مثل شمشیر پلاستیکی میمونه و عشق به خدا مثل شمشیر واقعی میمونه شما وقتی که با شمشیر پلاستیکی بازی کنی میتونی شمشیر واقعی رو بگیری یعنی چی؟ یعنی که همین که عاشق یک پسری دختری میشی کار بدی نیست با همون شمشیر پلاستیکیه داری تمرین میکنی تا به عشق واقعی اون شمشیر به خداوند برسی که اون عشق میگن خیلی عشق خفنیه که وقتی چشم تو چشم میشی با خدا من یه بار این اتفاق واسم افتاد ای جان منی
مرسی یاس جان عزیزم. چه کادر خوبیه، خیلی این کادر خیلی خیلی کار زیبا. بعد رخش هم خوبه، خود یاس خیلی آره. قیافش و درونش خوبه، روحش خوبه، درونش خوبه، خوبه. خوبه، بدنش هم خوبه. الان یه خورده شکسته شده ولی خب کلا قفنه، قفن بوده هست. اندینگش اندینگ طولانیه. خب بره تمام آبو کنده بره. آوهی چقدر هوا آخه، نیم ساعت هوا فلو داره میشه. آوه البته آخرش این بود که چش نور کم شد و چشاش ضعیف شد و بسته شد، یعنی آخرش همون مرگر به تصویر کشیده. تصویر کم کم فیچ، یعنی چشاش ضعیف و ضعیف. اینم در واقع بچه بود، نامه دستش بود دیگه. این داشت نامه رو میخوند. این نامه رو، این راوی بود در واقع. راوی بود. من که لذت بردم و خوشحال شدم ملاقاتی داشتم با شما، حداقل در یوتیوب. بهشون بگو کامنت دارم. من گهگاهی میخونم. پوتک رو به من نشون میدی؟ پوتک که بچه آره واقعا کامنت گذاشتم پوتک برو، پوتک برو. بچه ها کامنتاتون رو هم من میخونم هم ماما میخونه. مرسی که از اینکه کامنت کردین و چیزای زیبا نوشتین، به زیبایی خودتون البته نوشتید. مرسی بابت همیشین، میبوسمتون. آرزوی موفقیت و شادکامی برای تک تکتون دارم، مخصوصا برای یاس عزیزم. اینجوری نمیمونه، من فقط میخوام بهت بگم فرتود نکن خودتو، خیلی راحت تر بهت بگم. اوکی میشه همیشه. آره. بچه ها یکی اپدیا رو گفته بود صادق برو، اسم آهنگ نداده بودی، اسم آهنگ بدید بریم. بچه ها گفتن آقا پیشرو برو، مامان پیشرو رو خیلی دوست داره، آقا جون پیشرو رو خیلی هست، ولی خب آهنگاشو یه چند تاشو گوش داده، ولی شما هم پیشنهاد بدید دیگه. مرسی از شما. مرسی بابا از شما. تمیچ قربونه شما. بابای عزیز خدا یهدار، خدا حافظ. لایک کن دیگه.